دوستان توان تک سلام. در این برنامه میخوایم نحوه اشتراک‌گذاری اینترنت لپتاپ رو به شما آموزش بدیم. معمولا زمانایی که اینترنت بیسیم در دسترستون نباشه و فقط از طریق کابل لن به اینترنت دسترسی داشته باشین، نیاز دارین اینترنت کابلی متصل به لپتاپ یا کامپیوترتون رو به اشتراک بگذارین. برای اشتراک گذاری اینترنت لپتاپ با سایر دستگاه‌ها از طریق وایرلس دو راه وجود داره. راه اول استفاده از قابلیت‌های خود ویندوز بدون نیاز به نرم افزاره و راه دوم استفاده از نرم افزار واسطه. راه اول یا استفاده از قابلیت‌های خود ویندوز به این صورته. کنار ساعت ویندوز روی آیکون ارتباط شبکه راست کلیک کنید و بعد روی گزینه Open Network and Sharing Setting کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز شده روی گزینه Setup a New Connection or Network کلیک کنید و بعد در پنجره جدید گزینه Manually Connect to a Wireless Network رو انتخاب کنید. مجدداً یه پنجره جدید باز میشه که باید اطلاعاتتون رو وارد کنید. برای نام شبکه هر اسمی که دوست دارید انتخاب کنید. نوع پروتکل امنیتی رو هم حتماً WPA2 انتخاب کنید. بعد در قسمت سکوریتی کی یک رمز به دلخواه خودتون وارد کنید. تیک هاید کاراکترز و البته تیک دو نوشته پایین رو هم فعال کنید. و در آخر بعد از اینکه روی گزینه Next کلیک کنید، لپتاپ شما به یک اکسس پوینت برای اشتراک گذاری اینترنت تبدیل میشه. حالا پنجره‌ای براتون باز میشه که میگه شبکه شما با موفقیت ساخته شد. با زدن دکمه کلوز صفحه رو ببندید. الان میتونید به قسمت وایرلس گوشی یا تبلتتون برید و شبکه‌های موجود و جستجو و شبکه ایجاد شده رو انتخاب کنید. پسوردتون رو وارد کنید و بدون مشکل به اینترنت متصل بشین. و اما روش دوم یا روش استفاده از نرم افزار واسط. شما میتونید از نرم افزار کانکتیفای هات اسپات برای به اشتراک گذاری اینترنت لپتاپتون استفاده کنید. ولی ما پیشنهاد میکنیم همیشه وقتی با استفاده از تنظیمات و ابزارهای خود ویندوز میتونین کاری رو انجام بدین، از نرم افزار واسط استفاده نکنید. اگه میخواین از نرم افزار واسط استفاده کنین، به سایت رسمی کانکتیفای هات اسپات برید و نسخه رایگانش رو دانلود و نصب کنین. بعد از اجرای برنامه برای به اشتراک گذاری اینترنت لپتاپ کافی گزینه وای فای هات اسپات رو انتخاب کنین. حالا تو قسمت اینترنت تو شیر، اول کارت شبکه‌ای که از طریق اون به اینترنت وصل هستین رو انتخاب کنین، بعد نام کانکشنی که به اینترنت متصله رو انتخاب کنین. در قسمت بعدی باید یک آیدی و یک رمز به دلخواه خودتون بنویسید و بعد تیک های گزینه های الو اینترنت اکسس و الو لوکال نتورک اکسس رو فعال کنید. در نهایت هم روی گزینه استارت هات اسپات کلیک کنید تا عملیات به اشتراک گذاری اینترنت لپتاپ آغاز بشه. حالا از طریق گوشی و تبلتتون میتونید به سادگی به اینترنت وصل بشید. این هم روش استفاده از نرم افزار واسط. ولی باز هم توصیه می‌کنیم از تنظیمات ویندوز استفاده کنید. اگر در انجام این کار با مشکلی روبرو بودین، سوالتون رو به آدرس tech@tavana.org برای کارشناسای ما ارسال کنید. اونا کمک می‌کنن مشکل ایجاد شده رو سریع حل کنید. سپاس از اینکه با ما بودید.